Ассаламу алейкум, бинандаҳои азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи тилоотии ахбор. Оилаи намунавӣ. Имрӯз дар шаҳри Душанбе даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии оилаи намунавӣ доир шуд. Баргузории он ба таҳкими пояҳои оиладорӣ, баландбардоштани маърифати оиладорӣ, тарбияи фарзандони солиму солеҳ, худшиносу худогоҳ ва солиму пойдор нигоҳ доштани оилаҳо мусоидат менамояд. Мавзӯъро Зафар Қаимзода шарҳ медиҳад. پایه مستحکم دولت و جامعه رو اویله تشکیل داده، دولت و حکومت حفظ کننده آن می باشد. 11 می در مجمع ملی مرکز آشی پلو در استانه تجلیل از روز بین المللی اویله دوری جمع‌بستی آزمون جمهوریوی اویله نمونوی برگزار گردید. ضمن افتتاح چورابینی معاون سروزیر مملکت دلربا منصوری تاکید داشتند که برگزاری آزمون با تحکیم پایه های اویله داری، بلند برداشتن معرفت اویله داری، تربیه فرزندان سالم و صالح، خودشناس و خودآگاه و سالم و پایدار نگاه داشتن اویله ها مساعدت می نماید. زیای دولت سابقه کاری 56 سالگی آموزگاری دارم. با همسرم 56 سال با هم زندگی داریم. زندگی خوش و خرسندانه است. توصیه دادنم به جوان ها که زندگی خوش و خرسندانه گذارن، با محبت باشد در زندگی. در زندگی بین شوهر و زن محبت نباشد، زندگی هیچ است. اول همدیگر فهمی باشد که فهمند که های زندگی های پس بلندی بسیاری دارد. گاه زن باید تیز میشه، گاه مرد میشه، نیکی به همش باید پرتاقت بدن در کار. باید طاقت کنند در کار برای همه هر کارش. برای که آینده خوش خوشندانه زندگی کنید، برای هر کارمش باید که طاقت کنند در کار. بازم بگیم که به جوانو توصیه میتیم که زندگی خوش خوشندانه گذرانند، عشق و محبت زندگی در دلشان جوش زند همه وقت. آزمون جمهوریوی اویله نمونوی طبق جدول برگزاری فستیوال نمایش اید آزمون های فرهنگی و معرفتی و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2024 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است در سه دور گذرانیده شد. در جریان آزمون 10 کودک صاحب شهادت نامه های تولد گردیده، این چنین مراسم دولتی قید عقد نکاح 10 نوخوندار از شهر دوشنبه برگزار شد. غالبان و اشراق چونی فعال آزمون با شاه جایزه، دیپلم، سپاسنامه و تحفه های خاطروی کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. با گرفتن شاه جایزه آزمون اویله عاقلبای گدایف از شهر استقلال ولایت سوخت سزاوار گردید. جای یکم با اویله طلب‌خواجه نازیموف از شهر کلاب ولایت ختلان و جای دویم با اویله سید احمد شریف از شهر دوشنبه داده شده. اویله شاهین مستونوف از روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان، اویله مقیمجان گیایف از ناحیه رشت، اویله حبیب الله سلطانوف از ناحیه رودکی و اویله بابانظر میرزایف از ناحیه فیض آباد جای سیوم را سزاوار گردیدند. ناحیه روشقلعه مستانوف شاهین امروز برای اویله مستانوف ها یک روز افتخار است که در سطح جمهوری از طرف سرور دولت آزمون اویله بهترین اعلان گردید است و خوشبختانه اویله مستانوف در ناحیه روشقلعه و در ولایت سزاوار جای اول گردیده، امروز خوشبختانه روخت گرفتیم و در سطح جمهوری ولایت مختار کوهستان را معرفی می نماییم. غالبان آزمون از روی معیارهای زیرین، همچون اویله نمونوی در محل زیست، سالمی اویله در مناسبت های اویلوی و تربیه درست، سهم اویله در آبادانی خانه، کوچه، شهرک، محله، دهات و جماعت، اشتراک اعضای خانواده در کارهای جمعیتی و فردی، نقش اویله در حفظ ارزش های فرهنگ ملی، شرایط مساعد مهیا گردیده برای تعلیم و تدریس فرزندان، زباندانی و اشتراک آنها در آزمون های جمهوریوی، چورابینی های فرهنگی و ورزشی، جلب فرزندان به خدمت وطن مادر، سهم اویله در پیشگیری عامل های نامطلوب جامعه معین گردیدند. دینزاده رجب سفر سال 81 ما خانه‌دار شدیم تا من به این روزه یک جای زندگی داریم، نو فرزند به کمال رسوندیم. در تنجی و امونی و در معاملی خوب رفتاری خوب و اویله های جوان گفتنی هم که در تمام چی صبر کرنده کار آیسته آیسته محنت کتی همه کار میشد. جمهوری ما چخیل گلگل چکفون شد. هر یک اویله باید همی خیلی فکر کند و آیسته رود. یک و یک بارا همه چیز نمیشود. برای همینم صبر و طاقت و دوستی و تنجی امونی.
در روند جهانی شوی برخورد فرهنگ و ارزش ها، عقیده، جهان بینی های مختلف و تحمیل فرهنگ و طرز پیشبرد حیات تماما بیگانه به سر ملت ها، تشکیل آزمون جمهوریوی آیله نمونوی برای حفظ حقوق و منفعت های اعضای آیله، بلند برداشتن معرفت آیله داری، تحکیم مناسبت های آیلوی، فعالگردانی نقش زنان و مادران در تعلیم و تربیت فرزند، آماده نمودن جوانان به حیات آیلوی، فراهم آوردن امکانیت روانی و حقوق بهره بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی جوانان، دستگیری آیله های جوان، ارج گذاشتن بر رسم آیین های ملی آیله داری، پیشگیری پشخوری آیله ها و دیگر عوامل های نامطلوبی به مناسبت های خانوادگی تاثیر رسان مساعدت می نماید. ظفر خیمزاده، محمد سعید کمال، محمد پیروف، اخبار. دورنمای رشد موسیقی سنتی کسبی خلق های شرق نزدیک و میانه در شرایط جهانی شوی. امروز تحت همین عنوان در شهر دوشنبه فستیوال سیمپوزیمی بین المللی شش مقام دایر شد. از جریان برگزاری همایش سطح بین المللی نورالدین قربان و قابل جورخان گزارش می دهند. شش مقام داستان محتشم سفت و کلام است که در نواهای آن بهترین و عالیترین ارزو و پندارهای نکی گذشتگان شرفمند ملت تاجیک تجسم گردیدند. این بهای بلند و واقع بینانه را پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان نسبت به موسیقی کلاسیکی شش مقام دادند. در رسم افتتاح فستیوال سیمپوزیومی بین المللی شش مقام تحت عنوان دورنمای رشد موسیقی سنتی کسبی خلقهای شرق نزدیک و میانه در شرایط جهانی شوی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالله رحمانزاده هیئت‌های هنری علمان صنعتشناس از تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران اشتراک نمودند. تأکید گردید که در دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستور و سپارش های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان جهت رشد فرهنگ ملی، احیای صنعت و موسیقی کسبی خاصه شش مقام تدبیرهای مهم عملی شده، این موسیقی کلاسیکی در مملکت مقام دولتی گرفته عالم شمول گشت. امروز برای اهل فرهنگ تاجیکستان خیلی یک جشن بزرگ است. در عرفه روزی شش مقام یک فرم بین المللی فستیوال سیمپوزیوم اوید به شش مقام گذرانده می شود. این اقدام خیلی خوب است و این به حکم انعنه می دارد که هر دفعه سیمپوزیوم برگزار گردد. سیمپوزیوم این بحثی علمان است. برای همین ما خیلی خرسند هستیم که در این سیمپوزیوم علمان است. مملکت های گنوگون اشتراک میکنند و امروز ما امکان پیدا میکنیم در همین تالاروی زیبای کتابخانه ملی تاجیکستان بحث مناظره کردن، یک دیگر رو شنویم و یک دیگر موافقت کنیم فکرهای مشکفتر و از پای اجرای مقصدهای دوینده گردیم. با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و ازبکستان شش مقام هفتم نویبر سال 2003 از جانب یونسکو شاهکاری بزرگ موسیقی جهانی و یادگار معنوی انسانیت پذیرفته شد. همه ساله 12 می در جمهوری تاجیکستان روز شش مقام با شکوه و شهامت خاص تجلیل می گردد. وقتی که پریروز با هواپیما از بالا تاجیکستان رو نگاه کردم دوشنبه رو، عشق شوق از چشمانم جاری شد. حتی الان که دارم میگم بازم احساساتی میشم بابت این قضیه. بعد یکی از دلایل اون رو که میخوام به خدمت ریاست جمهور اینجا برسونم، جناب امام علی رحمان 27 سال پیش اینجا رو دیدم و از این همه پیشرفتی که ملت تاجیکستان به رهبری ایشون تونستن انجام بدن بسیار خرسندم و خوشحالی خودم رو یک خوشحالی فرهنگی میدونم و ابراز میکنم به همگان، به تمام ملت تاجیکستان و شخص ریاست جمهور. توانستن با وجود چنین سمپوزیوم هایی و وجود چنین تشکیلاتی واقعا فرهنگ تاجیکان رو به جهانیان و به بشریت
معرفی بکنن. صنعت‌شناسان دولت‌های تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در فستیوال سیمپوزیوم بین‌المللی شش مقام اوید به تاریخ و پیدایش ژانر موسیقی شش مقام، جایگاه آن در فرهنگ و تمدن جهانی، انعکاس نظریه 12 مقام در آثار کلاسیکان ادبیات فارس و تاجیک و موسیقی شناسی معاصر، تشکل لغتنامه مقام و دیگر موضوعهای مورد نظر معروضه کردند. Побывать в Таджикистане. Я сама лично в первый раз, но мы очень много читали, очень много видели с детства раннего. И вот все это уже реально, если все вот ощущать, запах, колорит Душанбе, это очень вот на меня очень хорошо действует, у меня очень такие положительные эмоции. Конечно, каждый симпозиум – это для меня новый этап, новые знания, новые знакомства, которые очень хорошо влияют на дальнейшее развитие, на дальнейшие мои поиски, исследования, потому что сегодня очень здесь уважаемые, очень знаменитые музыковеды будут выступать, каждый будет свою позицию на научную представлять. Конечно же, мы будем учиться у них, мы потом уже, конечно же, я все это думаю в дальнейшем своих исследованиях тоже вот все это проявить. فستیوال سیمپوزیومی بین المللی شش مقام تحت عنوان دورنمای رشد موسیقی سنتی کسبی خلقای شرق نزدیک و میانه در شرایط جهانی شوی در قسمت‌های دیگر به کار خود ادامه بخشیده، از جانب اشتراکچیان جنبه‌های عمومی هنر مقام در زمان جهانی شوی در مقام ازبک و تاجیک، موسیقی شش مقام در ایران، شش مقام در تمدن و تاریخ ملی تاجیکان و ازبکان، تحقیق اسلوب سینرژتیکی در آموزش انعنه‌های مقام و مقام در مثال مقام آذربایجان و غیره مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. فرهنگ و تمدن خلقهای تاجیک و ازبک به هم مانند میباشند. بویسی خوشحالی است که امروز ما در فستیوال سیمپوزیوم بین المللی شش مقام که تحت عنوان دورنمای رشد موسیقی سنت کسبی خلقهای شرق نزدیک و میانه در شرایط جهانی شوی در پایتخت زیبای تاجیکستان شهر دوشنبه دایر شده ایستاده است اشتراک داریم. ما صنعت‌شناسان امروز به هم آمدیم تا مهمترین مسئله های رشد و دورنمای موسیقی کلاسیکی شش مقام را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. فستیوال سیمپوزیوم بین المللی شش مقام تا 14 می سال 2024 ادامه یافته، در دایره برگزاری آن همایش ها و چاره‌بینی های گوناگون فرهنگی به نقشه گرفته شده است. برگزاری فستیوال سیمپوزیوم بین المللی شش مقام رابطه فرهنگی خلقها را تحکیم بخشیده به رشد همکاری های ایجادی مشترک مساعدت می نماید. نوریدین قربان، قابل جورخان، مقصد برای برنامه اخبار. ساکنان و کشاورزان ناحیه شهری توس با جمع‌آوری حاصل یکچند نامگوی محصولات بروقتی بخصوص پیاز، کارتوشکا، زردالو و سبزیجات گوناگون مشغول بوده، در برابر تأمین فراوانی بازار محلی همزمان در همکاری با صاحبکاران صادرات آن را نیز به خارج مملکت به راه مانده‌اند. ادامه موضوع در گزارش اسماعیل صاحب نظر و موسی نور محمد از ناحیه شهری توس. با نظر داشت موجودیت امکانات وسیع اقلیم، آب و زمین و تجربه غنی، ساکنان و کشاورزان ناحیه شهری توس همساله از اولین ها شده با جمع آوری محصولات گوناگون کشاورزی و صادرات آن به منطقه های مملکت و خارج از آن شروع می نمایند. طبق اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه، باغداران صاحب تجربه علاقه یک هفته می شود که با جمع آوری حاصل نوهای پیشپزک زردالو آغاز کرده، در همکاری با صاحبکاران به صادرات مشغول بوده، حاصل جمع آوری گردیده را مطابق به طلبات بازار جهانی بند و بست کرده، صادرات آن را به راه مانده‌اند. در حدود ناحیه شهری توس 766 گکتر باغ حاصلده زردالو موجود بوده، از آن 584 گکتر به بخش جمعیتی و 180 گکتر به بخش خصوصی راست می آید. تا امروز علاقه از حدود ناحیه توسط 20 ماشین بارکش تمغه فورا که هر کدام 18 تا 20 تانگی امکان غنجایش محصولات دارند به فدراسیه روسیه انتقال داده شده است و کار در این سمت ادامه دارد. امروزها در برابر جمع آوری و صادرات زردالو از ناحیه، همزمان جمع آوری و صادرات پیاز بروقتی نیز با مرام ادامه دارد و برای سری وقت و به ممانیت صادرات گردیدن دسترنج کشاورزی ورزان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان شرایط لازمه فراهم آورده شده است.
موافق اطلاع میدان کشت پیاز بروقتی امسال در ناحیه شهر توز بیش از 450 گکتر بوده، حاصل نوکی آن نیز خوب ارزیابی میگردد. موسم نوی صادرات در ولایت خطلان آغاز گردید. ولایت خطلان یکی از کلانترین صادرات کننده محصولات کشاورزی در قلمرو جمهوری به حساب می رود. از اول ماه اپریل آغاز کرده در همه ناحیه های ولایت شهر ناحیه ستاد های کاری اوید به صادرات محصولات کشاورزی تشکیل کرده شد. در برابر صادرات محصولات کشاورزی پیاز بروقتی دیگر نمودی محصولات از آن جمله کرم، محصولات لبلبوی سرخ نیز به مقدار زیاده از 420 تن صادرات کرده شد. با مقصد اجرای عملی دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت تامین امنیت آذوقواری مملکت که پیش از همه از زحمت شبانه روزی ساکنان مهنت دوست و کشاورزان وابسته است، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان میان ساکنان و خواجگیداران و کشاورزان پیوسته کارهای فهمانیدهی را راه اندازی می نماید. کشاورزان صاحب تجربه ولایت تلاش بر آن دارند که هرچی زودتر میدان های پیاز بروقتی و دیگر زراعت پخته رسیده را از حاصل خالی کرده کشت تکراری زراعت را براه مانند. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، اخبار. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.